فروشگاه‌های افغانی و یا صفحات اینترنتی ارتباط prepaid.com که دوباره به فعالیت آغاز نموده و دست بیاورید. برای معلومات بیشتر و یا دریافت سیم کارت رایگان لطفاً به شماره تلفن 888-378-1123 و تماس شوید. ارتباط مناسب‌ترین قیمت برای افغانستان. Do you care? Would you help if you could? Progressive Network Solutions is seeking Pashto and Dari linguists to help us reach our humanitarian goals. We offer highly competitive salary and benefits. We want to aid women and children, build education and healthcare, and much more. We not only want to rebuild Afghanistan, we want to rebuild its heart and soul. خویندو ورونو موږ ټول مسؤلیت لرو چې د خپل وطن د بیا رغولو لپاره مرستې ورسوو. بیایید با پروگرسیو نتورک سولوشنز با داشتن ماش خوب دست به دست هم بدهیم. د وطن بچی تاسو ته سترګې په لار دی. So do you care? Because this is your window of opportunity. SOS International is a well-respected, family-owned company specializing in the foreign language and cultural advisory support field. For more than 20 years, we have been dedicated to understanding, engaging, and shaping audience perspectives by offering expertise founded on real-world lessons learned. We are currently seeking talented individuals to join our team who understand the Afghan cultural complexities and are willing to engage with Afghan communities to shape a better future for Afghanistan. If you are a US citizen and are fluent in Pashto and English, become a language specialist or cultural advisor today. Join the SOSI family and turn your unique talents into a career while doing something important for the people of Afghanistan. We know your words are powerful. Be part of our vision and help shape the future of Afghanistan. SOSI, providing support wherever your mission takes you. بهترین استادو دارین، با من دیگه کاری ندارین. نه دفتر و نه کاغذ و نه مداد، شد که خدا جیل باکسو به من داد. با حرف و قصه ها شده یه همدم، به همه ما پارسی یاد داده کم کم. غم نداریم حرف بزنیم توی جمع. لهجتون ایرونی شده خاطر جان. کانال پشت نقطه رو نبود، پس هر چی تو دلت بخوای. شب بخیر بچه ها، قصه یه شبانتونه. بگی بود یکی نبود همدم تنهایی تونه. گزارش و قالیچه سلیمون بر میکشید تو شهر شهر ایرون. مسابقه نقاشی و پرستی، ایرونی هستی یا بیکار نشستی؟ چند تا کانال فقط مال کارتونه، بسته به این که شما چند سالتونه. همین کارتون داره این جیل باکس. قصه های شاهنامه خیلی خداست. آخ یک کانال موسیقی و شعر و ساز، جیل باکس. جامعه جامعه بچه ها، تنها دیگه مال بزرگترا نیست، به فکر سرگرمی ما بچه هاست. آینه ی گفتار و کردار ماست، همدم تنهایی ما جیل باکس. کانال تلویزیونی برای کودکان شما. Yeah.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 فوریه 2012 و 22 بهمن 1390. امروز ابتدا گزارش مالی خدمت عزیزان میدم که هر دو هفته یک باره و بعد میریم روی اخبار که من امروز بعد از یه مقدمه اخبار لیبی، اخبار سوریه، یونان، برمیگردیم به امریکا و بالاخره اوضاع ایران. عرض شود که بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی میدم و میریم روی اصل قضیه. از بیکرزفیلد در کالیفرنیا $200، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا در کانادا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا $400، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا $100، از شهر گایسلینگن در آلمان توسط پیپال $50، و از بول کریک در استرالیای غربی توسط پیپال $200، از سنلند در کالیفرنیا $50، از وست هیل در کالیفرنیا توسط پیپال $100، و بالاخره عزیزان تکساس در دالاس در درجه اول و اوکلاهوما که در سخنرانی که من روز یک شنبه گذشته داشتم در مجموع این عزیزان $1,715 به برنامه کمک کردن. این کمک ها واقعا فقط کمک مالی نبود، بلکه کمک معنوی بود که این عزیزان با چه محبتی واقعا اینا دیگه به اصطلاح کمک هاشون واقعا از $5 شروع میشه تا $600 و همه با مهر و محبت، یعنی در واقع در همون جلسه سخنرانی این کمک ها جمع شد و چقدر به من محبت کردن این عزیزان و براستی ازشون تشکر میکنم به خاطر محبت هاشون که از راه دور 300-400 مایل رونده بودن و اومده بودن در اونجا. به طور کلی تجربه این مسافرت تجربه بسیار شیرین و مثبتی بود. خیلی ها راجع به ایرونیا چه صحبتهایی میکنن. تجربه من اینه که هم میهنان ما انسانهای پاک و شریفی هستن، اکثریت بزرگ و عظیمشون، و خواهان استقلال کشورشون از تجاوز خارجی هن و خواهان ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک هستن و طرفدار جنبش دموکراتیک و سبز ایران هستن. همین جلسه کاملا نمونه ای از این قضیه بود که آشکار و واضح بود و با اینکه برای این جلسه به اصطلاح تبلیغ زیادی هم نشده بود، عزیزان واقعا اومده بودن و با چه محبتی. به هر حال این میخواستم تشکر کنم از این عزیزان. به این ترتیب و با کمک این که این عزیزان کردن، برنامه سه‌شنبه ها دوباره آغاز میشه. از همین سه‌شنبه ای که میاد، در واقع سه روز دیگه برنامه سه‌شنبه خواهیم داشت که همینطور که عرض کردم در واقع همون رفتن به ریشه هاست، ولی در حقیقت یه کورس خواهد بود راجب اقتصاد سیاسی، راجب بحران ها، راجب تئوری پول، راجب مکاتب و غیره و غیره، که امیدوارم من بتونم یک سلسله به اسم منابع را هم به عزیزان معرفی بکنم طی این صحبت ها. البته قبلا زیاد صحبت، ولی این رو کوشش میکنیم که به اصطلاح همین طور که عرض کردم راجب اقتصاد سیاسی باشه، یعنی کالبد شناسی تمام این اوضاع و احوالی که فعلا که کشور ما و کشورهای دیگه در معرض خطر و هجوم به اصطلاح تجاوزگرای خارجی هستن. باید ببینیم ریشه این قضایا چیه.
هدف این برنامه همینطور که بارها و بارها عرض کردم، نزدیک شدن به حقیقت از درون واقعیاته. ما باید در واقع مسئله بالا بردن آگاهیمون و دستیابی به حقیقت نسبی از درون واقعیات کار ساده‌ای نیست. من یه لیستی همین امروز صبح تهیه کردم از اینه که منابع خبری ما چیا هستن. میخوام سریع بگذارم برای این وقت نیست. Associated Press، United Press، رویتر، آژانس فرانس پرس. اینا چهار تا منبع بسیار مهمه که بسیاری از خبرگزاری ها و رادیو ها و تلویزیون ها و روزنامه ها و منابع خبری ها اینا از اینا میگیرن. اینا فرزن رویتر در دست یک خانواده صهیونیست لااقل از 100 سال پیش بوده و اینا دستگاه‌های فوق العاده گسترده‌ای دارن و اینا خبرنگار همه جای دنیا دارن. حالا خبرنگارای اینا دائم خبر میفرستن. اگر ما بریم به منابع اولیه و ماده خام این خبرها دسترسی پیدا بکنیم، کلی مطلب میتونیم تو اینا پیدا بکنیم. ولی مثل خبرنگارای نیویورک تایمز و یا واشنگتن پست، خبرای اینا میاد به یه دفتر مرکزی، حالا یا نیویورک یا لس آنجلس یا اتلانتاس یا شهرهای دیگه و یا پاریس و روم و امثال هم، در مراکز اصلی خبری اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا، اینا میاد اونجا و بعد غربال میشه و بعد اون چیزی که به دید و یا به گوش ما میرسونه اون خبرهای غربال شده است. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض بکنم اگه به اصل اینها برن، کلی به اسم مواد خامشون کلی ما میتونیم مطلب گیر بیاریم از اینا. Associated Press یعنی AP، United Press، UP و بعد رویتر و آژانس فرانس پرس. ولی در 20 سال اخیر این امپراتوری روپرت مرداخ هستش که در امریکا تسلط داره و به ویژه در کشورهای انگلوساکسون، امریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، البته در جاهای دیگه هم به اسامی دیگه، واقعا مسلط شده و تعیین کننده راه و روش سایر دستگاه‌های ارتباط جمعی. امپراتوری روبرت مرداخ که واقعا صهیونیست دست راستیه که عزیزان شاید بشناسن که این کیه و چه فرهنگی رو داره، فرهنگ خشونت و دشمنی رویارو با انسانیت، حالا در به اصطلاح تلویزیون فاکسش که در امریکا هست ولی رگ و ریشه هاش در همه جا واقعا، وال استریت جورنال هست، نیویورک پست هست، تایم لندن هست، ده ها و صد ها روزنامه و انتشاراتی، یعنی گستردگی این امپراتوری تصور ناپذیره و یک صهیونیست افراطی دست راستی وحشتناک و فرهنگی که گسترش میده، فساد، تباهی، شکنجه، دشمنی با انسانیت، فرهنگی که گسترش میده، چه فرهنگ ضد بشریه که محصولاتش اینان که میرن در افغانستان و عراق حتی روی اجساد انسانهایی رو که کشتن ادرار میکنن، از این یاد میگیرن. شکنجه رو از روپرت مرداخ و دستگاه ارزی طویلش یاد میگیرن. بعدش داریم ABC که مال والت دیسنیه، که امپراتوری برای خودش، CBS که قبلاً وستینگ هاوس رو خرید، یا وستینگ هاوس که یک کارخونه اسلحه سازی و سازنده به اصطلاح نیروگاه های اتمیه و بعد الان شرکت عظیمتری به اسم وایاکام شده، CBS، NBC که سال 1984 توسط جنرال الکتریک، بزرگترین کارخانه جهان که در درجه اول اسلحه سازیه، NBC که خودش رگ و ریشه های فوق العاده گسترده ای داره، امپراتوری نیویورک تایمز، عزیز نیویورک تایمز که مال خانواده سالزبرگر که به اصطلاح جد مادریشون به اصطلاح، حالا اسم کوچیکش یادم رفته، از اون صهیونیستای وحشتناک واقعا،
به اصطلاح مادر همین به اصطلاح سالزبرگر هایی که الان به اصطلاح در رأس هستن، باستون گلوب رو خرید چند سال پیش، هرالد تریبیون مال اروپا مالشه، عرض شود که به چندین روزنامه و رادیو و تلویزیون داره، همین نیویورک تایمز، ما فکر نکنیم، واشنگتن پست، به همین ترتیب خودش یه امپراتوری که مال یک خانواده صهیونیست دیگه، خانواده گراهام هستش. عرض شود که بعدش ما به اصطلاح یو اس نیوز اند ورلد ریپورت که مال آقای مورتیمر زاکرمنه و دیلی نیوز مال به اصطلاح نیویورک، خانواده صهیونیست دیگه، رادیوهای امریکا در درجه، من سریع دارم میگذرم عزیزان، بسیار پر اهمیتی که ما بدونیم خبرهایی که به گوش و چشم ما میرسه از کجا و منابعش کجاست. رادیوهای امریکا که مسلطن کامل، موقعی که اینایی که میرونن تو تمام این ترافیک دائم به رادیو گوش میکنن، اینا این رادیوها مالکیه. در درجه اول مال کلیر چنل، کلیر چنل که از خانواده های ثروتمند میلیاردره که برش مسلطه و از دوستان بسیار نزدیک خانواده جورج دبلیو بوش بودن که نقش اساسی داشتن برای قدرتگیری جورج دبلیو بوش. عرض شود که و بعدش میرسیم به کشورهای دیگه، فرضاً در آلمان، در آلمان دویچه وله، اینا مال کیه؟ و ما میدونیم که خانواده اکسل شپرینگر و خانواده برتلسمن در بخش وسیعی از دستگاه‌های ارتباط جمعی به اصطلاح مسلطن بر دستگاه‌های ارتباط جمعی آلمان، ولی الان روپرت مرداخ و اینا هم نفوذ عظیمی در اروپا کردن، در کشورهای غیر انگلوساکسون. در ایتالیا عزیزان میدونن در حدود 80% از روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها و غیره و غیره مال خانواده برلوسکونی هستن از سال‌های سال پیش. در انگلیس روپرت مرداخ تسلط عظیمی داره، در البته قبلا خانواده‌های لردهای مثل لرد تامسون و امثال هم بر فلیت استریت، که به اصطلاح فلیت استریت در لندن معروفه که مرکز روزنامه‌های عرصبتی انگلیس، قبلا به اصطلاح اشرافیت انگلیس، ولی الان روپرت مرداخ واقعا تسلط عجیبی داره. دستگاه های آمارگیری، خانواده گالوپ، فرضاً خانواده گالوپ یه خانواده دستراسی افراطی وحشتناکه، خانواده پیو، به اصطلاح همیشه من از این دوتا همیشه نقل قول از نظر آماری میکنم، ولی ما باید بدونیم که این خانواده پیو از خانواده های میلیاردر بوده که الان یه دستگاه آمارگیری داره. ولی آمارهای دیگر رو عرض شود که نیویورک تایمز و سی بی اس میگیرن و یا واشنگتن با ان بی سی میگیرن. عرض شود که در ایران اون وقت ما میدونیم صدای امریکا، وی او ای و بی بی سی هستن که عزیزان وی او ای در واقع ما میدونیم به طور رسمی بخشی از سی آی ای هستش. تمام اونهایی که در اونجا کار میکنن و یا عرض شود که به خدمت گرفته شدن که الان نمیخوام ازشون اسم ببرم، اینا در حقیقت از CIA دارن حقوق میگیرن. عزیزان باید این رو بدونن، این دیگه رسمیه و به اصطلاح دیگه چیزی نیست که توطئه کسی باشه، به طور رسمی به اصطلاح از سالهای سال پیش صدای امریکا بخشی از همینطور که رادیو به اصطلاح اروپای آزاد بود که حالا رادیو فردا شده و اینا همشون به اصطلاح حقوق بگیرای CIA هستن، دستگاه CIA هستن. یعنی در حقیقت ما میدونیم در ایران به اصطلاح بسیاری از مردم به این دوتا، یعنی تحت تأثیر بی بی سی و صدای امریکا هستن، ولی اینا باید بدونن که در حقیقت هم بی بی سی بخشی از دولت انگلیسه و هم و چه نقشی داشته. بگذاریم و بعدش صدای امریکا به همین ترتیب باید بدونن که به اصطلاح اینا مال دستگاه های در حقیقت امنیتی امریکا و انگلیس هستن. بی بی سی اخیراً میخواست مثلا چند سال پیش یک کمی این ور اومر بره، رئیسش رو عوض کردن و دوباره به اصطلاح اونهایی رو. چی کار باید بکن؟ در برابر این ما چی کار باید بکنیم؟ باید علاوه بر همه اینها به دنبال منابع آلترناتیو بگردیم. همه اینها ما مجبوریم بهشون نگاه بکنیم یا گوش کنیم یا بخونیم. بنده هر روز نیویورک تایمز رو میخونم، الان از سال 1963 تا حالا چند ساله؟ 45 6 7 8 ساله و لازمه خوندنش. واشنگتن پست رو باید خون، سایر روزنامه هاشون، مجله هاشون و غیره و غیره. ولی حالا عرض میکنم که چرا ما باید به دنبال منابع آلترناتیو بگردیم. یکی از چیزهایی که ما رو میتونه خوشحال بکنه اینه که منابع آلترناتیو وجود داره و در نتیجه
که خوشبختانه اینا وجود دارن. وسیله اصلی برای این کار کتاب‌های ارزشمندیه که بیرون میاد. کتاب هم در امریکا، هم در اروپا و هم در ایران میاد بیرون. چرا؟ برای اینکه سیستم میدونه مردم عادی فرصت کتاب خوندن ندارن. از قدیم همین جوری بوده. فرضاً دولت آلمان در زمان خود مارکس اجازه داد کاپیتال چاپ بشه به زبان آلمانی و در آلمان، برای اینکه گفت اینو کی میخونه، براشون خطری ایجاد نمیکنه. برای همین حتی در خود ایران میذارن که خیلی از کتابا چاپ بشه، برای اینکه میدونن که مردم عادی کتابا رو نمیخونن و تیراژش مخصوصا در ایران خیلی بالا نیست. در امریکاش هم همینطوره، کتابای فوق العاده جالبی بیرون میاد. در این زمین ما باید بریم دنبال اینا. مجلات ارزشمندی داره، ولی از همه مهمتر سایت های اینترنتی ارزشمندیه که من اینجا چند سایت اینترنتی رو تا الان به عزیزان معرفی کردم. امیدوارم که عزیزان اینا رو یادداشت کرده باشن. اگر یادداشت نکردن، به هر حال اینا باید در یه جایی بالاخره من اینا رو بیارم، یا در سایت خودم یا در یه جایی. ولی امروز میخواستم علاوه بر اینا دو تا سایت رو که قبل یکیشون رو قبلا معرفی کردم به عزیزان معرفی بکنم. راسخ جان اونا رو لطفا نشون بده. یکی گلوبال ریسرچ هستش که راسخ عرض شود که اوکی. یکی هست informationclearinghouse.info. سایت با ارزشی واقعا و مقالات بسیار جالبی. میشه از بین تمام مقالاتش اونهایی که از همه عزیزان باید به نویسندگان این مقالات بلافاصله باید رفته مقاله و نویسنده رو ببینی کیه و چیه. مقالات بسیار جالبی داره، ولی این دومیش که globalresearch.ca CA یعنی کانادا، این در کاناداست و پروفسور چاسودوفسکی در حقیقت در رأسش قرار داره و همین امروز مثلا مقاله بسیار جالبی ازش میخوندم که واقعا توضیح میده که داستان چیه، چرا امریکا میره عراق رو میگیره، افغانستان رو میگیره، لیبی رو میگیره، میخواد سوریه رو از پا در بیاره، میخواد دولت ایران و رژیم ایران رو از پا در. داستان چیه؟ چرا به سا هواپیماهای بی سرنشینش روز و شب در پاکستان کشتار میکنن؟ چرا هواپیماهاش در افغانستان روز و شب کشتار میکنن؟ مثلا فرزن یکی از جنایات ضد بشریش اینه که فرزن عرض شود که همین دو سه روز پیش در شرق افغانستان 8 کودک رو کشته که کارزای هم حتی به اصلاح چیز کرده. اینا رو توضیح میده، اینا رو برامون توضیح میده که ریشه این قضایا چیه. ما باید بریم به ریشه قضایا و به منابع آلترناتیو تا بعضی از روشنفکرا که واقعا نمیدونه آدم اسم اینا چی بذاره، که اینا میگن امپریالیزمی وجود نداره، این چپ ها میان دنیا رو به تقسیم میکنن به امپریالیزم و ضد امپریالیزم. امپریالیزم این ساخته و پرداخته یک مشت چپ فلان فلان شده که بعضیشون فحش میدن و بعد ما رو میگن که چون صحبت از امپریالیزم میکنیم غرب ستیز هستیم، امریکایی ستیز هستیم. اینا همشون حقوق بگیر نیستن، هرچند که خیلی هاشون هستن، ولی باید به اینها ثابت بکنیم که اتفاقا خودشون نه تنها امریکایی ستیز و غرب ستیز و تمدن ستیزن، بلکه انسان ستیزن. اینا در واقع دشمنان 99% مردم امریکا و دوست 1% امریکان. و موقعی که ما از سیاست های ضد بشری 1% بالا در بخاک و خون کشیدن کشورهای دیگه انتقاد میکنیم، اینا ناراحت میشن و میگن شما ضد امریکایی هستی.
در حالی که ما با 99% پایین مردم امریکا هستیم که در برابر این سیاست ها قد علم کرده. به همین دلیل که اینا دشمن این جنبش تسخیر یا اشغال وال استریت هم. شما به مقالات اینا نگاه کنید، چه دشمنی با این جنبشی که در امریکا وجود داره، با اصلا واقعا با یک بغض و کینه حیوانی واقعا به این جنبشی که در امریکا آغاز شده اینا نگاه میکنن. باید ما به اینا بگیم که اگر حقوق بگیر نیستید، برید و به این منابع آلترناتیو مراجعه بکنید. در نتیجه میخواستم اتفاقا همین جا عرض شد که دو تا به اسم مطلب دیگر و یکی گلوبال ریسرچ هستش که همینطور که عرض کردم، و بعدش راجع به مسئله سوریه فرزن. الان حالا من اخبار سوریه رو برای عزیزان میخونم. میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان به دموکراسی ناو مال ایمی گودمن، که یکی از منابعیه که باید با آنکه در مسئله لیبی به نظر من دو تا از منابعی رو که من دائم معرفی میکردم توزرد از آب در اومدن، یکی هوان کول بود که از حمله ناتو و امریکا به لیبی دفاع کرد، و خود من دیگه دست و دلم نمیره اصلا به ساسایتش نگاه بکنم. به نظر من این یک عمل خائنانه بود. و یکی هم دموکراسی ناو که کم و بیش از این جنایت امریکا و ناتو دفاع کرد و الان در مورد سوریه هم کم و بیش، ولی در مورد سوریه ایمی گودمن روز سه‌شنبه یه نفر از خبرنگارای برجسته گاردین رو به اسم عرض شود که پاتریک سیل، عزیزان اگر یادشون بیاد هفته گذشته من خبرنگار دیگه گاردین رو به اسم عرض شود که جاناتان ستیل فرق میکنه با پاتریک سیل، مقالش رو اینجا بخش های وسیعیش رو خوندم، ولی مصاحبه ایمی گودمن راجع به سوریه داره با پاتریک سیل که فوق العاده این هفتم فوریه یعنی سه‌شنبه گذشته است. در کمتر جایی من دیدم که کسی، برای اینکه چند تا کتاب راجع به سوریه نوشته، خود پاتریک سیل سالهای سال در خاورمیانه بوده، از طرف گاردین سوریه مخصوصا متخصص سوریه است و تاریخ سوریه رو مثل کف دستش میدونه و کتاب نوشته راجع به این قضیه، راجع به پدر همین بشار اسد عرض شد که، و اون یک بررسی همه جانبه میکنه که در حقیقت چطور تضادهایی که وجود داره در سوریه در سه سطح بررسیشو میکنه. یکی تضادهای داخلی که چه اپوزیسیون در داخل به اصطلاح خود سوریه کیا هستن، اپوزیسیونی وجود داره، اپوزیسیون برحق و دموکراتیکی وجود داره. دوم عبارت از در سطح جهانیه که در حقیقت یک جنگ سرده بین امریکا و یارانش و به اصطلاح همین GCC یا به اصطلاح کشورهای به اصطلاح شیوخ عرب جنوب خلیج فارس از یک سو و عرصبت که چین و روسیه از طرف دیگه، البته به همراه کشورهای دیگه از جمله هند و برزیل، یعنی اونهایی که بهشون میگن بریک، یعنی به اصطلاح کشورهایی که به اصطلاح درون چنبره به اصطلاح عرصبت که امریکا و انگلیس نیستن. این هم یک سطح که در واقع میگه با این وتوی که چین و روسیه کردن در که آغاز واقعا حمله نظامی، یعنی بهانه‌ای بود برای حمله نظامی به سوریه و درسشون از لیبی اینا گرفتن و به همین دلیل هم وتو کردن و الان میبینید که چه سر صدایی خانم کلینتون و خانم عرشبت که رایس که به اصطلاح نمایندهشون در سازمان ملل راه انداختن و چه فحاشیایی دارن میکنن. ولی میگه که این به اصطلاح چی، این دومیشه. و تضاد دیگه ای رو که در مورد در درجه اول عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده در تضادیه که با ایران دارن و از به اصطلاح شیعیان این کشورها که ممکنه دست به تظاهرات و دست به مقاومت بزنن میترسن و در نتیجه عربستان، امارات متحده عربی و قطر و بحرین و اینا صدها میلیارد دلار، عزیزان الان براشون میخونم، سلطان عربستان خودش 130 میلیارد دلار پول کنار گذاشته برای کنترل کردن همین بهار عربی، کنترل کردن تونس، عربستان، عرض شود که مصر،
عرض شود که بحرین، یمن، عمان و خود بسطا، خود کشورهای خودشون یعنی عربستان، الان تظاهرات بزرگ واقعا در قطیف و سایر شهرها آغاز میشه و مرتب دارن سرکوب میکنن، منتها خبر شما نمیخونیم. و بعدش برانداختن لیبی بود، قذافی رو بندازن، بشار اسد رو بندازن و بعد ایران رو. 130 میلیارد دلار پادشاه عربستان کنار گذاشته برای این کار، حالا خبرشو برای عزیزان میخونن. بنابراین ما برای جواب دادن به بعضی از این روشنفکرهایی که بعضیشون واقعا حقوق بگیرن و بعضیاشون هم نه، ما باید بهشون کمک بکنیم که برن و این به سایت های اینترنتی و منابع به اصطلاح آلترناتیو رو نگاه بکنن که بعضیاشون صداقت اینو دارن، مثل علی میرفتروس فرزن که میگه آره در اثر ترافیک و در اثر به اصطلاح آلودگی هوا هر سال 1,800,000 نفر در ایران کشته میشن، امریکا بیاد 1,000,000 آدم بکشه خب 800,000 تا به نفعمونه، بنابراین امریکا باید حمله بکنه. این آدم صادقیه به نظر من، از این جهت باید گفت که رک و پوسک. ولی دیگرانی هستن که میگن ما مخالف جنگی، ولی اگه مردم اومدن تو خیابون و عرض شود که دولت سرکوب کرد، باید امریکا دخالت بشر دوستانه بکنه مثل لیبی. اینم یه بخششونه که ما میدونیم بیانیه میدن، صحبت میکنن، مقابضا میارنشون در تلویزیون های در بعضی از تلویزیون ها مرتب با پشت سر هم میارنشون و باشون مصاحبه میکنن. ولی یه عده دیگه هستن که شما در سایتی مثل ایران امروز امثال هم میتونید مقالاتشون رو بخونید که اینا علل عموم چپ بریده هستن، برخلاف یکیشون که یه اصلاح طلب واقعا بریده و هاره واقعا. هر شود که مقالاتش رو در به اصطلاح گویا نیوز معمولا میتونید بخونید. ولی اینا بحثشون اینه که عرض آره ما مخالف جنگیم، ولی ما میدونیم که امریکا حتما حمله خواهد کرد و دیگه به اصطلاح تظاهرات علیه به اصطلاح جنگ به هیچ وجه به درد نمیخوره. اینه که میرید فرزن شنبه گذشته، عزیزان میدونن در 80 شهر امریکا تظاهرات شد علیه جنگ، میگه اینا به درد نمیخوره و امریکا حمله خواهد کرد و اگر حمله کرد تقصیر خامنه ایه، تقصیر برنامه اتمی ایران. اینا به اندازه علی میرفتروس صداقت ندارن، ولی خطشون همونه. ما باید اینا رو تشخیص بدیم. حالا همینطور که عرض کردم، ما باید برای این که به اینا بفهمونیم یا کمک بهشون بکنیم، باید سایت های اینترنتی آلترناتیو، کتاب ها، مجلات، مطالب، و هدف ما باید رسیدن به حقیقت نسبی از درون واقعیات باید باشه. به همین دلیله که ما پادزهری در برابر این مارهای سمی داشته باشیم. بنابراین من میرم روی اخبار و ابتدا از عرض شود که لیبی شروع میکنم و بعدش میرم روی سوریه. مقاله ای که من میخوام بخونم، بخش وسیعش رو ترجمه کردم از نیویورک تایمز 9 فوریه یعنی دیروز، انتونی شدید این رو نوشته، از خبرنگارای به هر حال اینا همشون مجبورن به اصطلاح مزد بگیر، در حقیقت مزد بگیر نیویورک تایمز، ولی بعضیاشون بد نیستن. گروهی از میلیسیاها یعنی همین جنگنده های مسلح که عزیزان میبیننشون، یک مش ریشوی وحشی گراز واقعا، به گروه دیگری حمله میکنن و این کار را کاملا درست برحق میدانن. علت آن است که گروه اول زنی را دزدیده است، یه گروه از اینا. وقتی صدای شلیک گلوله فرو مینشد، تازه فضای درهم ریخته و خطرناکی که نشانه بارز انقلاب، نیویورک تایمز اینو انقلاب میدونه، اخیر لیبیس چهره خود را نشون میده. که این چیه؟ این چیزی که بعد از برانداختن دولت قبلی حاکم بر لیبی، الان دولتی که قدرتش از اداره محل سکونت رؤسا فراتر نمی رود و جنگنده های مسلحی که با گردن کشی حکومت می کنن، اینان که الان بر لیبی دارن حکومت، و مردمی که از دست آنها لحظه ای آرامش ندارن. اینان، همین گروهی که حمله می کنن به گروه دیگه، زن روبوده شده رو آزادش می کنن و پایگاه رو تصرف می کنن و تازه غارت و چپاول آغاز میشه.
جعبه های پر از خمپاره، مسلسل سنگین، مهمات، موشک انداز و بطری های آب و غیره را در حالی که تیر هوایی شلیک می کنن پشت وانت و موتورسیکلت می زرن و غارتشون می کنن. نوری فتائیز فرمانده 51 ساله همینا میگه که به خبرنگار نیویورک تایمز این را میگویند تخریب و نابودگری. ما داریم با دست خودمان لیبی را به نابودی میکشیم. این فرمانده همین میلیسیاها، یعنی به اصطلاح شبه نظامی هاست که الان حاکم بر لیبی هست. وضع ترابلوس، عرض شود که وضع ترابلوس از این بهتر نیست. بعدش در ترابلوس هزاران زندانی منتظر سرنوشت نامعلوم و شوم خود هستند. آشور شمیس، مشاور نخست وزیر، نخست وزیری که آقای عبدالرحیم الکیب بهش میگن، میگوید این دولت دولت بحران است، در نتیجه انجام هیچ کاری ممکن نیست. بعدش خود خبرنگار یعنی انتونی شدید میگه که مسئله اصلی مشروعیت دولت جدید است که زیر سوال است، چرا که احساس از هم فروپاشیدگی اوضاع بر اوضاع حاکم است. اکثر کارکنان دولتی اکنون نزدیک به یک سال است که حقوق دریافت نکردند. عزرا احوز، دانشجوی 20 ساله داروسازی، میگوید به خبرنگار اینها در صندلی هاشون نشستن و در تخیل خود نقشه میکشن، اونها هیچ کاری انجام نمیدن. اشرف الکیکی، دستفروش، یه دستفروشه که به اصطلاح میوه و اینا میفروشه، که به شورای نظامی ترابلوس که زیر نظر همین آقای عبدالحکیم بلحاجه که یک القاعده‌ایه، حالا برای عزیزان وقت نیست من نشون بدم که در بنغازی الان بیرق القاعده بر فراز دادگاه اصلی بنغازی در اهتزازه، بیرق القاعده. این به شورای نظامی ترابلوس شکایت برده چرا که یکی از همین جنگنده‌ها یه مسلح به ماشین او گلوله شلیک میکن و بعد میگه که هیچ کاری برای من نکردن و حاکمیت قانون کجاست؟ این حاکمیت زور است و نه حاکمیت قانون. علت این که من این خبرها رو میخونم، سرنوشتی که این وطن فروش‌ها برای ما میخوان که میخوان دخالت بشر دوستانه بشه، ایناست، چیزایی که میتونه به اصطلاح کشور ما مثل عراق، مثل افغانستان و مثل لیبی انتظارشو بکشیم. ملت ما باید آگاه باشه که در لیبی چه میگذره. خیلی هاشون میدونن که در افغانستان و عراق چه میگذره، ولی در لیبی رو نمیدونن. برای اینکه موقعی که اینا رفتن و لیبی رو تسخیر کردن، این یه تجربه تازه براشون بود و این مسئله دخالت بشر دوستانه از اون موقع آغاز شد. از این جهتی که ما اخبار لیبی رو باید واقعا دنبال بکنیم. این شبه نظامیان بلای جان کشور پس از برافتادن دولت سابق هم. کشوری که از هم بپاشه، که به زور نگه داشته شده بوده، چنین به دست مشتی قاتل و آدم کش خواهد افتاد. که اگر زنان و بچه های ما الان شبها جرأت میکنن توی خیابون بیان، اون زمان جرأت نخواهند کرد. جنگنده های مسلح در ترابلوس 1500 نفر از اهالی تاورغا، همون شهری که عرض کردم که 30,000 نفر جمعیت افریقایی تبار داشت و نابودش کردن و اینا به این طرف و اون طرف فرار کردن و هزاران هزارشون رو گرفتن و الان توی حبسن. شبه نظامیان اون وقت میسراتا مرتباً به اونجا حمله میبرن و هر بار شماری از این زندانیان رو با خود میبرن و بعدش ناپدید میشن این زندانیا. چه بر سرشون میبرن؟ حالا ببینیم چه بر سرشون میبرن. بشیر بربش، پزشک 32 ساله، این یه جوان پزشکه که مشغول گرفتن تخصص اعصاب در کاناداست، به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید پدر 62 ساله ام عمر بربش که دیپلمات سابق لیبی در پاریس بوده رو روز 19 ژانویه شبه نظامیان زینتان، شهر زینتان، رو بودن. روز بعد خانواده ما جسد او را در بیمارستان پیدا کردند، در حالی که دماغ و دنده های او را شکسته بودند، ناخن های پای او را کشیده بودند و جمجمه او را شکسته بودند
و روی بدن او آثار سوختگی وجود داشت. بعد همین دکتر بربش که از کانادا به خاطر مرگ پدرش برمیگرده به لیبی، به خبرنگار میگوید آیا اینها به اندازه کافی شرافت نداشتن که با گلوله‌ای به مغز او را بکشن؟ پدرشو لابد از زجه‌های او در موقع شکنجه لذت می بردن. اینایی که به حکومت رسیدن اینا، و در هر کدوم از کشورها، چه در سوریه چه در ایران که بخوان به حکومت برسن هم اینا. پیتر بوکهارت مسئول امور اضطراری دیدبان حقوق بشر میگوید شمار زندانیان به قتل رسیده سرسام‌آور است. اگر چنین چیزی در کشور دیگری اتفاق می افتاد، فریاد همه از جمله جامعه بین الملل به آسمان می رفت، ولی اینا کوچکترین سر و صدایی نمی کنن. این وضعیت لیبیه. عرض شود که من میرم سراغ سوریه و ببینیم اینا چه نقشه هایی برای سوریه دارن. عزیزان، اخبار رو که آدم میخونه واقعا خواب رو از چشم آدم میگیره که اینا چه برنامه هایی برای این منطقه دارن. حالا من ریشه ها و به اصطلاح رگ و ریشه های اینا رو اگر فرصت شد برای عزیزان باز میکنم. مقاله ای هست در کانتر پانچ، یکی از اون سایت هایی که بارها به عزیزان معرفیش کردم، سایت های آلترناتیو، تعداد زیادی هستن ولی کانتر پانچ هم یکیشونه. و عزیزان فکر نکنن که همه مقالاتشون واقعا جالب و به اصطلاح خوبه. فرضاً انتی وار رو که من معرفی کردم، بعضی از مقالاتش خوبه، خود خبرهاش زیاد جالب نیست. فرضاً در مورد سوریه مال کنسرواتیو هاست، فرضاً انتی وار مال کنسرواتیو ها، یعنی به اصطلاح کنسرواتیو، نات نئو کنسرواتیو، یعنی به اصطلاح محافظه‌کاران نو نیستن بلکه محافظه‌کارا. بخشی از این مقاله که به اصطلاح در کانتر پنچ من خوندمش، الکساندر کوبرن اینو نوشته، تغییر رژیم در سوریه طبق برنامه ویچ پث تو ایران، سندی رو من ازش اسم بردم که 6 نفر در یکی از اتاقهای فکری دستراسی هاتسون اینستیتوت نوشته بودن که عزیزان اسم بردم که اینا کیان، مارتین اندیک، کنت پولک و غیره و غیره، از اون دستراسی های صهیونیست های وحشتناک. این رو 2009 نوشتن، ویچ پث تو ایران، راه تسخیر ایران چیست، که میگن از تسخیر سوریه عبور میکنه. تغییر رژیم در سوریه طبق برنامه ویچ پث تو ایران پیش میرود که قدم اول آن تغییر رژیم در سوریه است. مهمترین بخش در جهت پیاده کردن این برنامه، ساختن دقیق و حساب شده داستانی مبنی بر این است که در سوریه چی داره میگذره. جمعیت عظیمی از تظاهر کنندگان مسالمت آمیز وجود داره که صد و هزار هزار توسط ماشین کشتار، کلینگ ماشین، ماشین کشتار رژیمی بیره به رهبری بشار اسد، اینا قصابی میشن. این چیزیه که حتی سایت جرس تا مدتی پیش، تمام به اصلاح حتی خود خانم ایمی گودمن بدون اینکه به حساب وریفای بکنن. حالا ببینیم منبع این خبرها کجاست، و یا بعضی از همینا. فرضاً من در همین هرچود که در همین سفر اخیرم با 2 تا از این روشنفکرها که هر دوشون چپ بریدن سر کار داشتم، که به اصطلاح خبر مال روپرت مرداخ رو در صحبتی که می‌کرد این شب بعد از به اصطلاح جلسه اصلیمون با تعداد کمتری و با 2 نفر از این به حساب چپ‌های بریده من بحث و محاجه داشتم، که آره قبل از این که به اصطلاح در سازمان ملل رأی گیری بشه گفتن که به حمص به اصطلاح حمله کردن و 200 نفر رو در اونجا قتل عام کردن.
و همین روشنفکر به اصطلاح نقل قول میکرد از روپرت مرداخ. خب منبع این خبر کجاست؟ اکثریت دستگاه های ارتباط جمعی غرب به همراه دستگاه های ارتباط جمعی دوستان امریکا در منطقه به ویژه تلویزیون الجزیره و تلویزیون العربیه متعلق به سلطان عربستان بی آنکه کوچکترین توجهی به صحت و سقم آمار داشته باشن، هدفشون یک چیزه، در جهت تغییر رژیمه. ادعاهای کشتار، تجاوز به زنان و دختران. عزیزان به یاد بیارن موقعی که عراق رفته بود و تجاوز کرده بود به کویت و بعدش میخواست عقب بکشه، به یاد بیارن عزیزان که دختری اومد در تلویزیون و گفت که سربازان عراقی بچه های شیرخواره نوزاد رو از زیر چادر اکسیژن ورداشتن انداختن کف بیمارستان. عزیزان به یاد بیارن. و این احساسات مردم امریکا رو چی کار کرد که بلافاصله شروع کردن به اصطلاح حمله به عراق رو آغاز کردن، که بعد معلوم شد این دختر کی بوده؟ دختر سفیر کویت در امریکا بوده و مطلقاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده. ولی مگه ما درس میگیریم؟ شما ببینید آقای کولین پاول که وزیر امور خارجه، وزیر به اصطلاح عرض شود که بله در اون زمان وزیر امور خارجه امریکا بود یا وزیر دفاع، به هر حال آقای کولین پاول و بعدش خانم به اصطلاح کاندلیسا رایس چطور اومدن و به مردم امریکا میخواستن ثابت بکنن که ردخور نداره و عراق سلاح کشتار جمعی داره، که هنوز که هنوز مردم امریکا 41% فکر میکنن که اینطوره. جورج اورول به همین دلیل که کتاب 1984ش رو نوشته و الان داره پیاده میشه در امریکا، ادعاهای کشتار، تجاوز به زنان و دختران، شکنجه و حتی تجاوز به کودکان که گفته میشه توسط این دستگاه‌ها گزارش داده میشود که منبع اصلی اونها دو جاست. در مورد لیبی هم همین طور بود. یکی دیدبان حقوق بشر سوریه است که مستقر در انگلیسه، دیگری بهش میگن کمیته هماهنگی محلی. موقعی که از دستگاه های ارتباط جمعی سوال میشه این آمار درست یا نادرست است، با ریاکاری میگوین ما نمیتونیم تأیید یا ردش بکنیم. دستگاه اول بودجش از دبی تامین میشود و به قول الیوت ابرامز فقط عربستان سعودی مبلغ 130 میلیارد دلار برای ساکت کردن بهار عربی کنار گذاشته، که یک بخش از این برانداختن دولت‌های سوریه و ایران. در حالی که حالا گزارش ناظرین اتحادیه عرب که من هفته گذشته بخش‌هایش رو برای عزیزان خوندم، بخش 28ش ببینید چی میگه. هیئت شاهد آن بود که گزارش انفجار و خشونت در چند محل داده میشد، اما وقتی به اونجا میرفتیم مشاهده میشد که خبر دروغ است. به همین دلیل بود که در سازمان ملل نذاشتن گزارش ناظرین اتحادیه عرب که خودشون فرستاده بودن اونجا خونده بشه. حالا چون فرصت نیست، من میخواستم فقط در این حال ما از این منابع آلترناتیو برای بالا بردن آگاهی سیاسیمون باید استفاده بکنیم، ولی به رگ و ریشه های این قضیه باید پی ببریم. یعنی ما نه تنها باید به اصمن فرزن به بعضی از این روشنفکرا که میشناسمشون بهشون میگم که چرا به منابع خود اینها مراجعه نمی کنید و برید سندی رو که 1992 توسط پال ولفوویتز نوشته شده بخونیدش که برنامه اصلا چی بوده. برید سند دیگه ای رو که ریچارد پرل و سکوتر لیبی نوشتن برای نتانیاهو، برنامه اسرائیل بزرگ کلین بریک، برید اینو بخونید. 1996 نوشته شده و اومده بیرون و ببینید برنامه های اینا چیه. و یا عزیزان اگه میخوان برن به همین گلوبال ریسرچ
و ببینن که به حساب پروفسور چاسودوفسکی و سایر به حساب دانشمندانی که باش کار میکنن رگ و ریشه های اینها رو در واقع در میارن که اصلا برنامه اینها بعد از فروپاشی شوروی چی بوده، که عبارت از عرصه که فول سپکتروم دامیننس، فول سپکتروم دامیننس یعنی تسلط بلا منازع و همه جانبه بر جهانه، که به عزیزان عرض کردم این برنامه ای رو که میخوان پیاده بکنن و تئوری هاش از بلا فاصله بعد از فروپاشی شوروی آغاز شده از 1991 به بعد، برای عزیزان یه چیزی رو از گلن گرینوالد میخوام بخونم که ببینن داستان چیه، ولی ما حتی عمیق‌تر از این باید بریم و به همین دلیله که باید بریم تو اقتصاد سیاسی. همه اینا رو که عرض میکنم گلوبال ریسرچ و اینا زیاد به اصطلاح به اون ریشه و عمق قضیه بازم نمیرن، ولی به اسناد و مدارک خود اینها مراجعه میکنن و از اون طریق میگن مسئله اصلی اینه، داستان اینه. گلن گرینوالد مقاله‌ای داره در انتی وار 8 فوریه که من بخش‌هایش رو برای عزیزان میخونم. عنوانش عبارت از اینه که جنگ‌های خاورمیانه قبل از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود. اینا چیزای تازه‌ای نیست، بعد از فروپاشی شورویه که در واقع اون نطق معروف عرصه‌ای که جورج هربرت واکر بوش، یعنی جورج بوش اول، در نشست مشترک کنگره که مجلس سنا و به حساب دور هم جمع میشن و نظم نوین جهانی رو مطرح کرد. پروفسور چاسودوفسکی در این مقاله‌ای که امروز صبح من میخوندم میره به اون و من در مقالات خودم اینا رو 7-8 سال پیش آوردم که اون نطق چه اهمیتی داشت و سیاست به اصطلاح امریکا رو برای سلطه کامل بر جهان بعد از فروپاشی شوروی از اون موقع اینا مطرح کردن و بعد در واقع پال ولفوویتز تئوریزش کرد. ولی عرض شود که همینطور که عرض کردم اون پروفسور عرض شود که علوم سیاسی در هاروارد که کشاکش فرهنگ ها رو مطرح کرد، اون در حقیقت تئوری اصلی اینو به اصطلاح تئوری جنگ سرد تازه یا جنگ علیه بشریت واقعا بعد از فروپاشی شوروی رو به اصطلاح مطرح کرد، که تمام به اصطلاح دنبالهاش همین جنگ علیه تروریسم که جای جنگ علیه کمونیسم رو در حقیقت گرفت، که جنگ سرد اون بود و این حالا جنگ تازه و دراز مدتی رو آغاز کرد. گلن گرینوالد در انتی وار 8 فوریه می‌نویسه جنرال وسلی کلارک که میدونیم رئیس ناتو بود زمانی که اینا به یوگسلاوی حمله کردن و این کشور رو تکه پاره کردن و نابودش کردن، جنرال وسلی کلارک میگوید هدف این نقشه، یعنی از میان بردن دولت‌ها در عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران، این بود که آنها، اینو وسلی کلارک میگه، آنها از ما میخواستند که خاورمیانه رو بی‌ثبات کنیم، آن را زیر رو کنیم و زیر کنترل خود درآوریم. او سپس صحبتی را که 10 پیش از آن، یعنی سال 1991، همین وسلی کلارک با پال ولفوویتز داشته به یاد می آورد. در آن موقع پال ولفوویتز نفر سوم در پنتاگون بود، عزیزان به یاد بیارن این زمان جورج هربرت واکر بوش هستش که در حقیقت جورج بوش اول باشه. میگه که او پس از انتقاد از جورج بوش اول از این که پال ولفوویتز در حقیقت جورج بوش اول رو بهش انتقاد میکنه که چرا در همون سال عراق رو اشغال نکرد، اشغال کامل، یعنی در جنگ اول خلیج فارس، حمله اولی که به عراق کرد و صدام حسین را بر نینداخت، و بعدش پال ولفوویتز به جنرال کلارک میگوید اما ما یک چیز از حمله اول به عراق یاد گرفتیم و آن این که ما میتوانیم از قدرت نظامی خود در منطقه استفاده کنیم و شوروی جلوی ما را نخواهد گرفت. این بعد از فروپاشی شوروی و ما
5 تا 10 سال وقت داریم که تمام رژیم های وابسته به شوروی سابق رو پاکشون بکنیم. سوریه، ایران، عراق، و قبل از آن که ابرقدرت دیگری پیدا شود که ما را بتواند به چالش بگیرد. جنرال کلارک از این گفته ولفوویتس تعجب می کند، چرا که از خود می پرسد آیا وظیفه و مأموریت ارتش امریکا آغاز جنگ و تغییر رژیم هاست؟ آیا وظیفه آن جلوگیری از درگیری ها نیست؟ وسلی کلارک اینا برای اینکه عزیزان میدونن بعداً در عرض شود که مصاحبه‌ای که با ایمی گودمن داشت دوباره این مطلب رو مطرح کرد که چطور سران نظامی امریکا در پنتاگون بهش گفتن که ما در عرض چند سال آینده 5 یا 7 کشور رو باید از پا در بیاریم. حالا این یه منبع دیگه که من مدت‌ها پیش اینو یادداشت کردم عبارت از صحبت‌های هنری کیسینجره. یکی از عزیزان برای من چند هفته پیش فرستاد و گفت کیسینجر این صحبت ها رو کرد. گفتمش این صحبت ها نمیتونه این علنی اینا رو چیز بکنه. بعد عزیزان دیگه رفتن سرچ کردن، گشتن، گفتن که آره در آپارتمان مجللش در منهتن نیویورک این حرفا رو زده که من بخشایش رو برای عزیزان میخونم. اینایی که میگن امپریالیسم وجود نداره برن اینا رو بخونن ببینن ابشاد معنای امپریالیسم رو نمیدونن. همینجا به عزیزان تذکر بدم اون کسی که یه چپ بریده معروف در سطح بین المللی انتونیو نگری کتابی نوشت امپایر که بارها ازش اسم بردم، اونجا مطرح کرد که بعد از فروپاشی شوروی دیگه به اصطلاح امپریالیسم به اون شکل وجود نداره و به جاش یک امپایر یعنی یک امپراتوری وجود داره که تریلیون ها دلار پول سیاله که اینا میرن دنبال سودشون و مسئله دیگه سلطه و تابعیت نیست. این نیست که مثلا امریکا بره کشورهای دیگر رو اشغال بکنه. بعد از اینکه امریکا رفت افغانستان رو گرفت و عراق رو گرفت دیگه انتونیو نگری راجع به این قضیه صحبت نکرد، یعنی خفه خون گرفت. ولی روشنفکرای ایرانی ما نخیر خفه خون نمیگیرن و هنوز و هنوز به فحاشی میکنن که اینکه اصلا خود این پدیده ای امپریالیسم ساخته و پرداخته این چپاست، که اون وقت یکی از همین آدمای واقعا آدم فوق العاده به اصطلاح زشت و پلیدیه مشتی به حساب فحاشی به چپ، این خودش رو هم جامعه شناس میدونه. هنری کیسینجر 89 ساله در آپارتمان مجلل خود در منهتن درباره اوضاع کنونی جهان به مصاحبه کننده میگوید ایالات متحده دارد برای چین و روسیه دام میگسترد. آخرین میخ تابوت آنها یعنی چین و روسیه ایران خواهد بود، کشوری که هدف اصلی اسرائیل است. او میافزاید اگر شما فرد معمولی باشید در اون صورت خود را برای جنگ آماده با که میگه جنگ در میگیره، حتی جنگ اتمی، میگه مردم باید برن به دهات. یک چنین موجوداتی هن اینا. ما به پنتاگون گفته ایم که باید 7 کشور خاورمیانه رو به خاطر منابع آنها تسخیر کنیم و آنها تقریبا وظیفه خود را انجام دادن، یعنی پنتاگون. آنها کاملا به حرف ما گوش کردن. آخرین مرحله همانا ایران است که میتواند موازنه رو به نفع ما تغییر دهد. بعد ادامه میده خرس بزرگ روسیه و داس چین از خواب بیدار خواهند شد و در این موقع است که اسرائیل باید با تمام توان و اسلحه خود تعداد هرچه بیشتری از اعراب را به قطر برساند. امیدوارم که اگر همه چیز بر وفق مراد پیش رود بیش از نیمی از خاورمیانه متعلق به اسرائیل شود. نیروهای جوان ما اکنون دهه هاست که از طریق ویدیوهای جنگی برای جنگیدن آماده شدن، دقیقاً همینطوره، و فیلم‌های هالیوود آنها طبق برنامه آمادگی برای جنگ پیدا کردن. این گفته‌های هنری کیسینجر و این روشنفکرای ما برن اینا رو بخونن. بعدش چیزی رو اضافه می‌کنه که واقعاً تئوری واقعی کیسینجر بوده و سیاست‌های امریکا بر پایه اون در 40 سال گذشته پیاده شده.
اگر نفت را کنترل کنی کشورها